به به ببین چی درست کردم. بچه خوب شدن تو اتمیل درست کردن. بفرمایید. چیزای قشنگ و جذاب خوردنشون به آدم مزه میده. البته من نون پنیر رو انتخاب میکنم برای صبحونه همیشگی. امروز دیر از خواب بیدار شدم، یعنی یه دور اون ساعتی که زنگ گذاشته بودم 7:30 بود فکر کنم، اون موقع بیدار شدم خواستم برم بدوم. من 2 روز در هفته کلاس دو میرم، یه روزشو مربی اون بهمون تمرین میده و میگه مثلا برو بدو. اون روزی که بهمون تمرین میده دیگه فقط دوه، ولی روزی کلاس دو داریم مثلا 1 ساعت و نیم قشنگ ورزشه. بعد خیلی خسته بودم، خیلی کار کرده بودم این 2-3 روز، بعد میخوام برم واکسن بزنم. گفتم که بزن که خودم رو خسته نکنم، بعد داغون میشم مریض میشم و اینا. من تا حالا 2 تا دوزم رو سینوفارم زدم، ولی میگن که مثلا 2/3 آسترازنکا بزنید و اینا. من خودم مثلا علاقه قلبیم نیستش که آسترازنکا بزنم 2/3، چون هر جا که شنیدم همه گفتن که خیلی حالشون بد شده، خیلی تب کردن. بعد از اونجایی که فعلا این هفته ای که میتونم حالم بد شد تب کنم، گفتم برم بزنم یه 5-6 روز زودتر از مهلتمه. خلاصه بیدار شدم، گفتم 9:30 بود، گفتم خب باشیم بریم بدویم. من اینجوری بودم که خب گشنمه، من مثلا صبح زود میرم یه خورما میدازم میرم بالا میرم میدوم میام، ولی دیگه وقتی 9 صبح بیدار میشی از خب گشنت دیگه. ولی خب اگه صبح اونم بخوری بعدش نمیتونی بی ورزش کنی، سنگین میشی. فعلا اینو خوردم، دارم میخورم دیگه، عجله هم ندارم، امروز هم مامانم نیست، عجله برای زندگی ندارم. وقتی که تنها زندگی میکنم، الان مثلا یه هفته تقریبا تنها زندگی کردم، به نتیجه رسیدم که یه چیز خوبی که داره اینه که تایم بندیت با خودته. مثلا من اینجوری هم که اگه مامانم باشه میگم اوکی من همه کارامو یک جوری برنامه ریزی کنم که 1:30 بیام با مامانم نهار بخورم. بعد وقتی قرار نیست مثلا با مامانم نهار بخورم، فقط خودم نهارمو درست کنم، قرار نیست مثلا چیزی سرد شه از دهن بیفته یا تنها هم بالاخره چیز میکنم، مثلا دیگه عجله ای نداره. الان گفتم خب باشه میرم صبحونه میخورم، 1 ساعت کارم انجام میدم، مثلا غذام هضم و اینا شد، بعد میرم میدوم. ببین اینجوری میخوام بشینم. ساعت 7:30 صبح قصد داشتم انجام بدم و دارم 12:30 انجام میدم. 12 الان ساعت تا برسم گرم کنم شروع کنم به دویدن. یه قانونی هست توی مدیریت بهش میگن قانون پارکینسون، احتمالا شما خوندید، میگه اون کار تا اون جایی که شما واسه زمان در نظر میگیرید کش میاد، کار تمام نخواهد شد تا زمانی که اون زمان اون مدت تایمی که واسش در نظر گرفتی تمام بشه. وقتی که یه کاری رو خودت میخوای انجام بدی و ددلاینی نداری کشش میدی. واسه همینی که مردم آخر هفته نمیدونن. امروز پنجشنبه است، من کلاس و درس و مدرسه ندارم، کارم هم دیروز انجام دادم، اینقدر دیروز کارم رو انجام دادم کار کردم که خسته شدم، امروز نتونستم صبح از خواب بیدار شم. بعد دیگه گفتم خب بخوابم دیگه، من که کاری ندارم بکنم، بعد خوابیدم. بعد دیگه شما دیدید صبحونه خوردم، حالا به یه کار اداری داشتم، هی گیر کرده بود تو
توی خونه با دنجارش میدادم. یه حالا بریم دیگه، بریم یکم بدویم. دوست دارم. هفته پیش این موقع من رفتم دویدم، همین پنجشنبه های برنامه من رفتم دویدم، بعد میخواستم بیام سالاد بخرم برای خودم بخورم، بعد پی اون سالاد فروشی بسته بود چون 11 صبح بود، مثلا دیگه ناهار و اینا نداشتن، از این رستوران های رژیمی هست. بعد چقدرم ترافیکه، چقدر غر میزنی. بعد و رفتم خونه، بیکار بودن دیگه، تنها بودم، برای خودم سالاد درست کردم، مرغ رو نمیدونم گریل کردم دیگه، سیب زمینی تنوری درست کردم، بعد غذامو خوردم، گرفتم فکر کنم خوابیدم، دوباره بلند شدم براونی درست کردم و بهترین براونی دنیا شد، ولی 1 کیلو 2 کیلو فکر کنم چاخ شدم مثلا. من الان 3 شبه میشینم خندوانه میبینم به این شویی که داره خنداننده شو که میان استنداپ کمدی و اینا بازی میکنن. بعد یادم 2-3 سال پیش هم من میدیدم اون موقعی که چیز میکردن، بعد واقعا باشون میخندم. بعد اون روز به دوستم میگم که من میبینم با اینا میخندم و اینا، بعد میگه که اینا بیمزن، تو وقتی به اینا میخندی دیگه من الان ناراحت میشم به شوخی های منم بخندی. شما نظرتون چیه راجبه خنداننده شو؟ چون حالت مسابقه ای داره به نظر من باحاله. خیلی اینا انا اصلا میکنم گوشیشو در آورد پلاک منو بزنه، این چرا اینجوریه، چرا حجاب نداره، چرا کلاه پسر خاله گذاشته رو سرش، تو میمردی به من را بدی، تمام ملت را داده بودن. اومدم یه خاطره تعریف کنم. خلاصه که امشب شب 4 میشونه، بعد یه لحظه یادم هست که امشب هم داره خوشحال شده. میگم بعضی روزا همش اتفاقات بد میفته، 10 دقیقه جلوی دوربین گرم کردم و اصلا نیفتاد، واسه همین دیگه اصلا دارم نمیبرم گوشیمو، قهرم با دوربین، قهرم. بچه ها یه سوزی دادم، بیشتر تمرینم دویدم و الان مربیام دعوام میکنه، ولی لانگسترانم زده. هفته پیشم لانگسترانم زده بودم 6 خورده‌ای بود، امروز لانگسترانم شد 7 کیلومتر و I'm happy. ماراتون 15 کیلومتر، I'm coming. هم سرد کنیم اینجا، ولی آدم هست، ولی من اینقدر که خوشحالم اصلا خجالت نمیکشم از آدم ها و میخوام سرد کنم با شما. دلم هم سالاد میخواست هم پنینی، بعد زده سالاد هم 356 کالری، پنینی 500 خورده‌ای کالری، و دیگه دوتایش خیلی زیاد میشد با هم دیگه. بعد من یه عادتی هم دارم اینجوری هم که من حتما با نهارا برنج بخورم، مثلا امروز هم دارم مثلا این سالاد رو میخورم، هپی نیستم چون دارم برنج نمیخورم. اصلا یه جوری میشه یه روز مثلا برنج نمیخورم، انگار مثلا یه جوری انگار یه چیزی کمه، عادت کردم به اینکه حتما ناهارا به خصوص برنج بخورم. ما شام مثلا برنج نمیخوریم.
آیا من با این سیر میشم؟ با این قد گشتمه میخوام الان بخورم ولی ببرم دوش بگیرم. What should I do? میرم خونه اول اینو میخورم بعد میرم دوش بگیرم. من به این نتیجه رسیدم که اگه اینو الان بیام سالادو بخورم بعد شل میشم نمیرم همون و اصلا سالادم توی حالت خیس و بوگندو اینو میخورم که به مزه نمیده. واسه این دارم میام دوش بگیرم. بعدش فهمیدم که اینو کجا بذارم که سرد بمونه. نمیخوام بذارمش یخچال، میخوام بذارمش بالکن. خش گل شدم. دارم داشتم به فکر میکردم که الان ساعت 3، من بازم آنچنان گرسنه شدید نیستم. به فکر کنم ساعت 10:30-11 اون اوتمیل و اینا رو خورده بودم و خیلی خوب بود. یه صبحونه بود که قشنگ منو نگه داشت. درسته مثلا یکم از سهم صبحونه که اون برنامه رژیمی که دارم بهم میده بیشتر بود، ولی من میان بعدم بهم میده و تقریبا اون تاپینگایی که روی چیزم بود، روی اوتمیلم بود، میان بعدم بود. و الان دارم فکر میکنم که بعضی وقتا اصلا خوب آدم میان بعد و صبحونهشو یکی کنه دیگه نخوره، چون اونجوری همش گشنده، بعد میان بعد رو میخوری و میگی خب این که منو سیر نکرد. هی من برم سالاد بخورم. تو فکرم این که فقط چیل کنم و امیلی این پاریس ببینم و همین. ساعت چنده؟ یه رو به 6 دارم ویدیو یوتیوب رو میذارم. فالوورای گلم رفتیم واکسن بزنیم توی یک مرکز شبانه روزی، گفتن دیگه اینجا تعطیل شد، دیگه برید مرکز بهداشتا و جای دیگه بزنید. حالا من روز کی قراره بزنیم. من اومدیم پیتزا بخوریم. من خیلی خستم، میخوام این ویدیو رو تموم کنم همینجا. مرسی که امروز با من بودید. بوس بهتون. خدافظ. خدافظ.